بسم الله الرحمن الرحیم. در آستانه ماه عبادت، ماه مبارک رمضان هستیم و انشاءالله امیدواریم از این ماه پربرکت همه ما بتونیم استفاده و بهره برداری کنیم. در زمینه مسئله کرونا، متاسفانه ما سه خیز رو و سه موج رو پشت سر گذراندیم و از ماه اسفند همه تلاش های ما بر این بود که وارد موج چهارم نشیم، اما امروز باید خدمت مردم عزیز و بزرگوار عرض کنم که ما متاسفانه وارد موج چهارم شدیم و این موج چهارم عوامل متعددی دست به دست هم داده. اولین عاملش ورود ویروس انگلیسی از عراق بوده، این بالاترین عامله، یعنی اون چی که ما امروز میبینیم بیمارستانهای ما رو پر کرده و خانواده ها رو گرفتار کرده، عامل یکش اینه. یعنی اگه ما میخواییم عوامل رو بشمریم، اولین عامل اینه، یعنی اگر مرز خوزستان ما و از مرز ایلام ما ویروس انگلیسی وارد این استانها و سپس وارد استانهای مجاور و بعد وارد بقیه استانها نمی شد، حتما ما امروز این مشکل رو نمی داشتیم. مسئله دوم، مسئله ترددها و تجمعهای فراوان در شب عید، یعنی مخصوصا در هفته قبل از عید نوروز. حالا عمدتا خرید و فروش ها، بازار، کسبه، دست فروش ها، این که تجمعاتی که مردم در محل کسب و کار داشتن، این عامل دوم مسئله است. عامل سوم خود مراسم عید نوروزه، ضمن اینکه این مراسم مراسم بسیار خوب هست از لحاظ ملی، از لحاظ دینی حتی، چون صله رحم به دیدن هم رفتن کینه ها رو زدودن، اما خب امسال به خاطر مسئله کرونا این دید و بازدیدهای فراوان و متاسفانه بدون مراعات، یعنی حالا مردم بیشتر ماسک می زدن وارد خونه دوستان یا اقوامشون می شدن، اما وقتی وارد خونه می شدن، گزارش ها اینجور به ما میگه دیگه، به خاطر خوردن چای و شیرینی و گاهی غذا این ماسک ها می رفت کنار و خب یک فرد مبتلا بقیه رو مبتلا می کرد. و عامل سوم مسئله عروسی های فراوانی که در ماه رجب و شعبان انجام گرفت و متاسفانه اونها هم مراعات نکردن. حالا یه وقتی خود آدم باید مراعات بکنه، تو تجمعات نره، ترددها رو در حد ضرورت انجام بده، یه وقتی خودش عامل میشه، حالا یه عروسی داره دعوت میکنه، خب وقتی دعوت میکنه اون بنده های خدا رو رو در واسید مجبورن برن شرکت بکنن، البته اونا هم نباید شرکت بکنن، اما اصل دعوتش ایراد داره. دعوت میکنن، از عده زیاد در یه جایی جمع میشن، پروتکل ها رو مراعات نمیکنن و بسیاری از موارد این مشکلاتی بود که ایجاد کرد. مورد بعدی که باعث شد این موج رو ما باش مواجه شدیم، سفرها بدون مراعات پروتکل ها. خب ما از قبل اعلام کردیم که مناطق قرمز و نارنجی ممنوع سفر، متاسفانه مراعات نشد و تازه اگر در مناطق زرد و آبی هم سفر انجام میگیره میباید تمام پروتکل ها مراعات میشده. خب ما در اینجا خواهش میکنیم از همه اونهایی که مکلفن مصوبات ستاد رو اجرا بکنن، حالا ارگانهای مختلف، نهادهای مختلف، بخشهای مختلف، همه باید با همه توان به صحنه بیان. اگر برای مناطق قرمز ما مقرراتی رو مشخص کردیم، برای مناطق نارنجی مقررات مشخص کردیم، اگه اون مقررات ما رو کاغذ بمونه و دستورالعمل اعلام بشه ولی اجرا نشه، خاصیت نداره. یکی از مشکلاتی که ما تو همین ایام عید باش مواجه بودیم،
افرادی که مبتلا بودند تست اونها مثبت بود، در این حال رفتن دید و بازدید عید، در این حال رفتن مسافرت. خب یه تخلف خیلی بزرگ هست و ما اگر با تخلف ها باید برخورد بکنیم، یه مغازه اگر باز هست، یک بازاری اگر باید بسته بشه باز هست باید برخورد بکنیم. از اون مهمتر اینه که یک فردی مثبت هست و خب قرنطینه رو مراد نکنه، تو خونه نمونه، یا بیمارستان یا خونه، حالا هر جایی که موظفه باید بمونه، نباید خارج شه، نباید تو ترددها و تجمعها شرکت بکنه و باید با این گونه مسائل برخورد بشه، برخورد شدید بشه. متاسفانه در این زمینه ها خب گاهی وقتا خوب مراعات شده، بعضی جاها، حالا گزارش ها این رو به ما میگه، بعضی جاها مراعات نشده. یک کلمه بیشتر نیست در بحث کرونا. اگر ما دستورالعمل ها رو بالای 90% مردم تو جامعه بالای 90% مراعات کردن، موج دیگه نمیشه، خطر خیلی کم ما رو تهدید میکنه. اگر مراعات پروتکل ها رسید به 50 و 60، خطر در کمینه. حتی اگر ویروس انگلیسی هم نباشه در کمینه، حتی اگر عید هم نباشه در کمینه. ما باید پروتکل ها رو کامل مراعات کنیم. متاسفانه امروز آمار و ارقام به ما نشون داد که پروتکل ها به طور متوسط 56% داره مراعات میشه. خب 56% معلومه ما رو مبتلا میکنه، ما رو گرفتار میکنه، و این گرفتاری و ابتلا برای همه است. ببینید ما امروز کادر درمان ما خسته است، این حرف کاملا درسته. جامعه ما هم خسته است، جامعه ما هم یک سال و نیمه، ما به هر حال فرزندش گفتیم مدرسه نره، نمیدونم جوانش گفتیم دانشگاه نره، بسیاری از کسب کارها رو تعطیل کردیم، بسیاری از رفت و آمدها گفتیم انجام نگیره. جامعه ما هم خسته است به هر حال، یعنی همه خستن. بنابراین تو خستگی تصمیم گیری یکم سخته، ناچار میشیم محتاطانه تصمیم بگیریم، اما در این حال چاره‌ای برای ما وجود نداره. اگر الان ما میگیم از امروز شنبه تا 10 روز همه محدودیت ها به شدت ما میگیم اعمال بشه، ما میفهمیم به شدت اعمال کردن تو این خستگی جامعه کار سختیه، اما چاره دومی ما نداریم، ما راه دومی پیش روی ما نیست، باید همه پروتکل ها رو مراعات بکنیم. ممکنه حالا کسی بگه آقا شما خوب بود مرزها و نمیدونم فرودگاه ها و نمیدونم همه عرض کنم بخشای سفری رو اون چنان محکم میگرفت که ویروس انگلیسی نیاد. خب حالا کسی تونست این کارو بکنه؟ تو همه کشورهای اروپایی که مرزها رو بستن، پروازها رو بستن، مسئول موندن اون همه ویروس انگلیسی. اصلا این داستان یک داستانی، تأخیر میشه انداخت، کم میشه کرد، اما اینکه ما بگیم 100% ما مرز رو یه جوری میبندیم که این ویروس وارد نشه، علت این که ما میگیم این ماجرا پاندمی است، یعنی تا دنیا با هم نتونه مبارزه بکنه، این اشتباهه که برخی از کشورها همه چیز برای خودشون میخوان، میگن بقیه کشورها ولش کن بذار آلوده باشن، نه واکسن بهشون میدیم نه دارو میدیم، همین کاری که الان غربیا دارن انجام میدن، این خطای بزرگ دارن میکنن. اگر 5 تا کشورم از ویروس مسون بشه، کشورهای اطرافشون، کشورهای دیگر از این پاندمی نجات نیافته باشن، اونا هم 2 مرتبه مبتلا میشن، 2 مرتبه گرفتار میشن. این یه داستانی است که همه دنیا باید دست به دست هم بدیم، با این مسئله مقابله کنیم، مبارزه کنیم، به یک نقطه برسیم که اطمینان حاصل بشه. حالا این نقطه اطمینان البته یکی از راهاش واکسنه، اگر واکسن به اندازه کافی تولید بشه، به اندازه کافی واکسیناسیون انجام بگیره، خب یک مقدار زیادی، حالا نمیشم با 100% گفت هیچ مشکل نخواهد بود، بازم ممکنه واکسن زده بشه یک ویروس متاسون یافته در یه حدی باشه که باز رو اون واکسن یافتم، بعد از اون که واکسن زدم بعد از چند ماه
یه وقتی تاثیر بذاره، اما خب خیلی موثره واکسن. حالا ما بنا شد جلسه بعد دوستان توضیحات بیشتری بدن. واکسن بی تردید تأثیر گذاره، هم در ابتدا ابتلا تأثیر گذاره، حالا اینکه چقدر تأثیر گذاره واکسن ها فرق میکنه، هم در مرگ و میر تأثیر گذاره. و در مرگ و میر تأثیر گذاری زیاده، ممکنه یه کشوری واکسن بزنه قرمزم بشه، همه هم مبتلا بشن، ولی مرگ و میرش بالا نمیره. مهم اینه ما در واکسن باید هم با همه توان، با همه قدرت واکسن خارجی رو باید وارد کنیم تا روزی که واکسن داخلی ما بیاد به بازار. واکسن داخلی ما هم که آمد به بازار، همین الان باید کمک کنیم، اون وقتا باید یاریشون کنیم. شاید اون موقع واکسن داخلی ما کافی باشه، دیگه ما نیاز نداشته باشیم، ولی امروز روزی است که ما برای واکسن باید همه توانمون رو به کار بگیریم که مردم ما بتونن از این نعمت در واقع الان استفاده کنن و بهره برداری بکنن. نکته دیگری که میخوام تأکید کنم در موضوع مبارزه با این کووید 19، همه باید یک صدا باشیم. بله روزهای سختیه، هفته های سختی پیش روی ما، چند جور نباید حرف بزنیم. این که ما برای ستاد ملی کرونا یک سخنگو انتخاب کردیم برای همینه که صدا واحد باشه. ولی اگه من باشه هر کسی بره تو تلویزیون مصاحبه کنه، هر حرفی میخواد بزنه، هر بیانی میخواد به کار بگیره، نمیشه واقعا. یعنی هر کسی بخواد از هر چیزی استفاده کنه. ما یک ستادیم، یک جمعیم، تصمیم وقتی میگیریم این مسئولیت ما مسئولیت تضامنی است، یعنی همه ما مسئولیم با هم. ما یک تصمیم واحد میگیریم، همه هم مسئولیم، همه هم باید از اون تصمیم حمایت بکنیم. حالا یک کسی بیاد دو مرتبه بگه آقا اونجاش اینجوری، اینجاش اونجوری، اینجاش اینجوری، جز این که بهانه میدیم به دست ضد انقلاب و ضد ایران هیچ کار دیگه نمی کنیم. و همچنین کادر درمان رو هم خسته میکنیم. اگه خدای ناکرده یک کسی به ناروا بگه آقا این مصوبه بود فلان نهاد توجه نکرد، اجرا نکرد، خب کادر درمان ما رو خسته میکنه دیگه، اون خستگیش دیگه از تنش در نمیره، میگه آقا من برای چی کار کنم وقتی اون نهاد با این عظمت همکاری نمیکنه. خب اگرم بر فرض هم صحت داره باید بریم به اون نهاد بیاد وارد عمل چه اجرا کنه مصوبات رو، اگر هست، اگرم نیست که نیست. این که ما در تبلیغات و در سخن گفتن با مردم، مردم رو دوچار یأس کنیم، مردم رو دوچار مشکل بکنیم، بله یه موج چهارمی ما فکر میکردیم، از تو بهمن هم فکر میکردیم موج چهارم داره، همه تلاش هم این بود مبتلا نشیم به این موج چهارم، همه حواس ما هم بیشتر به فرودگاه ها بوده، نمیدونستیم از یه جای دیگری سوراخ شده، فرودگاه ها خیلی مؤثر نبود. ما همش میگفتیم آقا پرواز انگلیس ممنوع بشه، نمیدونم پرواز اروپایی دقت بشه، نگو که از یه جای دیگری کلن بند آب برده اونجا، مرز عراق، ایلام و خوزستان، همه ویروس های انگلیسی از عراق وارد کشور شده. خب شده، به هر حال ما مشوارد این مشکل شدیم، این مشکل واقعی است. ما این واقعیت ها رو هم باید بدونیم، همون جایی که لازم هست بگوییم. اما این که هر کسی یه جور حرف بزنه، هر کسی یه جور سخن بگه، اینا به ضرر کشور هست و به نفع کشور نخواهد بود و همه ما باید مراعات بکنیم. امروز هم من مطمئن هستم همه ما دست به دست هم میدیم، یه دوره سختی پیش روی ما هست، این 10-15 روز باید بگذرانیم، همه هم باید مراعات بکنن. کادر درمان ما هم پیشا پیش بهشون خسته نباشید میگیم، بار سنگینی بر دوش اونهاست، انشالله دست به دست هم میدیم، از این مشکل هم عبور میکنیم. در مسئله واکسن هم از توان و امکانمون به کار میگیریم که واکسن وارد کشور بشه، بیشتر تزریق واکسن بیشتر بشه، در داخل هم انشالله بیشتر تولید بشه. چند تا تصمیم ما گرفتیم که من فقط اشاره میکنم. تصمیم اول این که ما امروز 12,000 تخت بیمارستانی داریم که آماده است،
این تختای بیمارستانی گاهی 90%، گاهی 95%، گاهی 97% کاراش انجام گرفته. حالا یه تجهیزاتی میخواد، این تجهیزات ارز میخواد، باید از خارج وارد بشه. ما برای اینکه این بیمارستان ها را آماده بکنیم و افتتاح بکنیم و استفاده بکنیم برای کرونا با توان داخلی امکان پذیره. حالا ممکن یه دو تا تجهیزات هم مونده، بعدا میاد تکمیل میشه، اشکال نداره. یک بیمارستانی که تختش آماده است، پرستارش آماده است، پزشکش آماده است، اون چه برای کرونا لازمه، اون چه برای کرونا لازمه آماده است. آی سی یوش هم آماده است، ونتیلاتورش هم آماده است، دستگاه اکسیژنش هم آماده است. خب دیگه برای مشبر کرونا مشکل نداریم دیگه. ما این بیمارستان ها رو افتتاح کنیم، ولی یه گوشه ای هم یه تجهیزاتی میخواد، این تو راهه یا باید برسه. اونم باید تلاش کنیم، اونم تلاش میکنیم انشاءالله اونم تا یکی دو ماه دیگه برسه. بنابراین ما همه توانمون رو به کار میگیریم در کوتاهترین زمان ممکن این 12,000 تخت جدید انشاءالله وارد مدار بشه. از نظر استخدام کادر درمان هم همه کارهای لازم انجام گرفته. در بهمن ما مجوز صادر شده دیگه، این با وزارت بهداشت درمانه، کارهای استخدامی رو هرچه سریعتر انجام بده و این کار انجام بگیره انشاءالله که مشکلی نباشه. همچنین امروز بسته حمایتی ماه رمضان رو ما تصویب کردیم، انشاءالله 60 میلیون نفر از این بسته استفاده خواهند کرد. این بسته‌ای که ماهانه این بسته معیشتی پرداخت میشه، یک نوبت هم در روزهای اول ماه رمضان انشاءالله برای ماه رمضان پرداخت خواهد شد. همچنین برای تغییری در سقف بودجه در موارد ضروری کرونایی لازم بود که امروز اون رو تصویب کردیم، انشاءالله اون هم عمل میشه. و در زمینه افرادی هم که وام گرفتن، حالا با مقررات که اعلام میشه، در حدی که اعلام میشه، که قبلا اعلام کرده بودیم یک مهلتی داده بودیم به اونها برای پرداخت تا پایان سال 99، 6 ماه هم تمدید کردیم که این هم برای مردم توضیح داده میشه، جزو مواردی بود که امروز ما مصوب کردیم. من در پایان تأکید میکنم پروتکل اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی اساس کار ما هست. با نقض کنندگان پروتکل باید برخورد قاطع بکنیم و مراکز بهداشتی ما باید آمادگی بیشتر برای پذیرایی داشته باشند در این شرایط سخت و واکسن بیشتر وارد کنیم و در ساخت واکسن باز هم حمایت کنیم و تأکید کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.